سران هفت کشور صنعتی از چین خواستند به حقوق مردم خود از جمله مسلمانان اویغور احترام بگذارد. بر اساس متن پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس سران گروه هفت و رهبران هفت کشور صنعتی از چین خواستند به حقوق بشر در ایالت سینکیانگ و هنگ کنگ احترام گذاشته و دست از اقدامات بی ثبات کننده در دریای جنوبی و شرقی چین بردارد در حالی که چین برای اولین بار پس از سقوط شوروی ابرقدرت دوران جنگ سرد خود را به عنوان یک قدرت جهانی مطرح کرده و باعث نگرانی آمریکا و دیگر کشورهای غربی و متحدان آنها شده آنها تلاش می کنند جلوی اقدامات این کشور در حوزه حقوق بشر و تجارت را بگیرند سران جی 7 در بیانیه پایانی خود اعلام کردند ما ارزش های خود را یادآور می شویم و از چین می خواهیم به آزادی انسان و حقوق بشر احترام بگذارند به خصوص در مورد مسلمانان سینکیانگ و همچنین اعطای خود مختاری در هنگ کنگ ما همچنان مخالفت خود را با اقدامات صبادزای پکن در شرق و جنوب دریای چین اعلام می کنیم و مخالفت خود را با هر گونه تغییر در سیستم جغرافیایی و سیاسی آن اعلام می نماییم. چین ساعتی قبل که مشخص شده بود اعضای جی هفت در مورد سینکیانگ حملاتی را به این کشور ترتیب خواهند داد جی را گروهی کوچک خوانده بود که قصد دارد برای کل جهان تصمیم بگیرد چین همه اتهامات مربوط به زندانی کردن یک میلیون مسلمان ایغور شکنجه و نیز تلاش برای عقیم سازی اجباری در منطقه مسلمان نشین ترکستان را رد می کند.